با گرمترین درود ها خدمت بینندگان نازنین شبکه جهانی کانال یک، امیدوارم هر کجا که هستید و برنامه ما را میبینید شاد و تندرست باشید. صدای ما هست اتاق فرمان، امیدوارم که صدا باشه. پری عسکری هستم و در این برنامه می‌خواهیم نگاهی به اوضاع خاورمیانه، اوضاع جاری خاورمیانه و منطقه داشته باشیم. همونطور که شما عزیزان در واقع پیگیری می‌کنید، مثل همه ما ایرانیان در همه اقصا نقاط جهان در منطقه جبهه مقاومت و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بحران آفرینی کردند و می کنند و در واقع باعث شدند که نیروهای نظامی آمریکا و متحدانشان به منطقه بیایند و حتی چند نقطه از مکانهایی که جبهه مقاومت و نیروهای نیابتی تحت نفوذ جمهوری اسلامی در واقع بحران آفرینی می کنند و منطقه را به آشوب کشیدند را مورد هدف نظامی قرار بدن. در این رابطه دعوت کردم از جناب رضا علوی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان و البته نویسنده هم هستند ایشان. درود دارم به شما جناب علوی عزیز، سپاسگزارم از اینکه دعوت من را پذیرفتید. درود بر شما و درود بر بینندگان و هموطنان عزیز. جناب علوی عزیز، به نظر شما جمهوری اسلامی در پی این تشنج چه خواسته ای دارد؟ آیا جمهوری اسلامی دنبال ساختن امپراتوری شیعی در جهان است و در این رویا به سر میبرد و واقعا درک مشخصی از قدرت خودش و نیروهای به اصطلاح نیابتی که اکثرا تروریست ها در منطقه هستند ندارد که با جهان غرب و آمریکا، اسرائیل، دول غرب در واقع وارد یک مجادله شده است؟ بفرمایید. بله، از نخستین روز پیدایش جمهوری اسلامی و مسئله صدور انقلاب که توسط روح الله خمینی مطرح شد و همچنین به اصطلاح ترویج ایدئولوژی تشیع، حکومت اسلامی به دنبال ایجاد یک نوع امپراتوری شیعی در خاورمیانه بوده و پیرو همین مسئله رهبر دوم، رهبر نوپا، همین مسیر رو طی کرد، منتها با یک شدت بیشتری. در واقع علی خامنه ای داره همون مسیر رو طی میکنه در 34 سال اخیر که کلید اصلیش در اون روز 13 آبان سال 58 زده شد. پیرو این مسئله هستش که به طور کلی اینم عرض بکنم که خیلی از جریانات و حکومت هایی که اینها توتالیته هستند و دارای یک ایدئولوژی هستند در درازای عمر خودشون تلاش میکنند که ایدئولوژی خودشون رو جهانگیر کنند. مثلا اتحاد جماهیر شوروی در سال 1917 دیدیم که بعد از اون تونست نظریات خودش رو در خاور دور یعنی در چین و در ویتنام و در اروپای شرقی یعنی کشور اروپای شرقی و در بخش از آمریکای لاتین و در بخش از خاورمیانه جلو ببره. بنابراین این یکی از آرزوها و آرمانهایی هستش که پیروان حکومت‌های توتالیته، حکومت‌هایی که دارای ایدئولوژی هستند، وجود داره. و بر همه اساس هم بود که بعد از آمدن علی خامنه ای مسئله ایجاد سپاه قدسی که در 1980 به وجود آمده بود و مأموریت ها و وظایف جدید سپاه قدس که در اون زمان قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بود گذاشته شد. پرو این مسئله بودش که یک سری سازمان های نیابتی در منطقه پای ریزی شد که اینها از افراد محلی تشکیل می شدن، هزینه ساخت و پاخت و
لوجستیک و تشکیلات و حتی هزینه زندگی خانواده اینها و تمام اینا از سفره مردم پرداخت شد که بتونن نیابت بکنن جمهوری اسلامی رو، بتونن نمایندگی کنن خواسته های جمهوری اسلامی رو، و کلی این گروه های نیابتی، این گروه های تروریستی که در منطقه هستن، اینها وظیفه اصلشون اینه که سر به فرمان ژنرال ها در تهران باشن، سرداران سپاه به هر گونه که دستور بهشون میدن خواسته ها و استراتژی و تاکتیک جمهوری اسلامی رو جلو ببرن. و در واقع از زمان پیدایش جمهوری اسلامی این مسئله سبب شده که اون آرزوها و خواسته ای که بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، یعنی دیگه نداشتن قدرت سیاسی مسلمان ها در منطقه، که بعد از 10 سال توسط سید قطب مطرح شد در 1927 و پس از 10 سال پس از اون در حدود 1937 حسن و بنا پایه های اخوان مسلمین رو ریخت و در واقع اون آرزوها و دلتنگی و نوستالژی که مسلمان‌ها برای ایجاد یک دولت اسلامی، یک خلافت اسلامی در خاورمیانه مطرح بود، با آمدن حکومت اسلامی این پروژه شکل اجرایی رو به خودش گرفت و این مأموریت در واقع بر دوش اول نخست روح الله خمینی و سپس علی خامنه‌ای قرار گرفت. و این گروه ها عمدتاً اهدافشون این هستش که بتونن اسلام امپراتوری شیعه رو در منطقه رواج بدن، حول چند مسئله حرکت میکنن. یک، الله اکبر بودن، الله، الله اکبر. دوم، مسئله خروج امریکا از منطقه و شدیداً ضد امریکا و ضد غرب و ضد مدرنیته و ضد صنعت هستند. سوم، نابودی اسرائیل و نابودی یهودیان در منطقه. و بالاخره اینه که بتونن مسلمانان سایر جریانات، یعنی سنی ها و سایر شاخهای شیعه رو تحت محوریت تهران قرار بدن. و این به اصطلاح گروه هایی هم که در اون منطقه هستن، عمدتا حزب الله لبنان هستن در جنوب لبنان، حوثی ها هستن در یمن، و گروه حماس هست در فلسطین، در منطقه فلسطین، در منطقه نوار غزه، و همچنین گروه های مثل حشد الشعبی، کتائب حزب الله، النجما و غیره در عراق. جناب علوی عزیز، این اسامی که ذکر کردید آیا با کشورهای مطبوع خودشان هم نظر و همراه هستند، یا اینها یک جبهه های جدای از مثلا لبنان، یمن، سوریه و الاخر هستند و در واقع از کجا تغذیه میشن، منابع مالیشون چگونه تامین میشه، و آیا اینها هم به دنبال جمهوری اسلامی، همون هدفی که البته شما گفتید که خواستای اصلیشان الله اکبر باشد، یعنی الله بزرگ باشد، و خواستای دیگرشان، آیا اینها به جمهوری اسلامی کمک میکنن یا که در واقع در پی خواسته های کشورهای مطبوع خودشان هستند یا نقشی در کشورهای خودشان دارن؟ نه خیر، اصلا ربطی به حکومت های این کشورها ندارن و ربطی به مردم این کشورها ندارن. در واقع واژه محور مقاومت یا جبهه مقاومت که روی اینا گذاشته شد، پیرو اون حکایتی بودش که در دوره جورج بوش پسر که محور شرارت رو به کار برد در مورد ایران و دو کشور دیگه به کار برده میشه. یعنی این محور مقاومت در تقابل با اون محور شرارتی هستش که آقای جورج بوش به کار برد. جبهه مقاومت یا محور مقاومت متشکل از کشور عراق، لبنان، فلسطین، یمن، سوریه نیست. اینو توجه بکنید، نیست. بلکه بازیگران از این کشورها در چارچوب محور مقاومت حرکت میکنند، یعنی حشد الشعبی در عراق و نه کل این کشور، یعنی حزب الله لبنان نه کل کشور لبنان، یعنی حوثی های یمنی نه کل یمن، جنبش جهاد اسلامی و حماس نه کل فلسطین، دولت بشار اسد و نه کل سوریه. در این جبهه به نام محور مقاومت با ایران همداستان هستند.
هزینه اینها از هزینه های خانه، مسکن، سفره که خانواده اینها دارند، تا تشکیلات نظامی توسط جمهوری اسلامی پایگذاری شده و به عبارت دیگه این گروه های تروریستی که در اون منطقه هستند در واقع به گونه ای مانعی بر راه بر سر راه دولت های اون کشورها هستند. مثلا در لبنان، در لبنان شما سالهاست شاهد یک دولت ناپایدار و سست هستید. چرا؟ به خاطر وجود حزب الله لبنان. در لبنان میدونیم که سه مذهب وجود داره: اسلام سنی، اسلام شیعی و مسیحیت، که تقریبا از لحاظ جمعیت یک سوم و یک سوم و یک سوم هستند. معمولا بر این رسم بوده است که رئیس جمهور مسیحی بوده، نخست وزیر سنی بوده و مجلس شیعی بوده. اما مسلمانان حزب الله لبنان شیعی که در مجلس نفوذ دارند مانعی بر سر راه رفرم در لبنان هستند، مانعی بر سر راه ایجاد یک دولت پایدار و قدرتمند هستند، باعث ناآرامی و ناپایداری در لبنان شدند. به همین صورت دولت آقای محمد سودانی در عراق امروز به دنبال این هستش که به گونه هشت شعبی رو در درون ارتش امتزاج بده، ولی به علت نفوذ و قدرتی که هشت شعبی و کتائب حزب الله و النجبا در عراق دارند مانع این مسئله شده. یعنی دولت ها خواهان رفتن این گروه های تروریستی از این کشورها هستند. به همین صورت یمن هم حوثی ها امروز امکانات این که بتونه صلح و آزادی در یمن به وجود بیاد نیستن. حوثی ها مانعی هستن که مردم یمن در فقر و بدبختی و نکبت زندگی بکنن. در مقابل با اینها یک جبهه دیگه درست شده به نام جبهه موافقت، یعنی جبهه موافقت در مقابل جبهه مقاومت ساخته شده. جبهه مقاومت از دولت‌های خاورمیانه تشکیل شده، از اکثریت مردم کشور خاورمیانه تشکیل شده. مردم خاورمیانه خواهان صلح هستند. مردم عراق از هشت شعبی حمایت نمی‌کنند. فلسطینی‌ها از حماس حمایت نمی‌کنند. و در واقع بخصوص بعد از جنگ 7 اکتبر این پرسش بزرگ در مقابل فلسطینی‌ها این هست که در نوار غزه داشتن زندگی خودشون رو میکردن، بچه هاشون مدرسه میرفتن، عروسی داشتن، مهمانی داشتن، کار داشتن، ولی آغاز این جنگ باعث شد که 2 میلیون فلسطینی به خاطر در واقع سفاهت و تروریست بودن حماس زندگیشون امروز به فلاکت کشیده شده. در یمن هم به همین صورت هستش و حتی امروزه به گونه ای رسیده که همین دولت بشار علاقه من هستش که مستشارهای سپاه، سرداران سپاه از سوریه برن و همین دولت بشار به جایی رسیده که خواهان ارتباط برقرار کردن با غرب هست، با امریکا هست، که بتونه یک زندگی عادی داشته باشه، خواهان ارتباط برقرار کردن با اسرائیل و باقی کشورهای عربی هستش. بنابراین این جبهه مقاومت که از دولت‌های خاورمیانه و از مردم خاورمیانه تشکیل شده عملاً در شرایط حرکت میکنه کم دولت و هم ملت‌های کشور خاورمیانه عملاً به دنبال عادی‌سازی رابطه هستند، عملاً دنبال این هستند که اسرائیل رو بپذیرن و برقراری روابط دیپلماتیک به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر برای خودشون بپذیرن. دیگه مثل گذشته نیست اون حساسیت دیپلماتیک در خصوص برقراری روابط با اسرائیل که عرب ها مثلا در سال 1973 دولت های کشورهای عربی در مقابل با اسرائیل قرار گرفته بودن. دولت ها هم خواهان این هستن که با اسرائیل رابطه عادی داشته باشن. همین امروز، همین دیروز آقای بلینکن راهی مصر شد
که بتونه با السیسی یک جبهه رو درست کنه، یعنی به عبارت دیگه رونق دادن جبهه موافقت که بتونه به گونه آتش بس در منطقه به وجود بیاره. بنابراین امریکا برای گذر از خاورمیانه با هدف تمرکز بر مسائل و مشکلاتی که داره به دنبال عادی سازی هستش. دولت ها هم به دنبال عادی سازی هستن، چرا تنها راهی که میتونه در خاورمیانه صلح برقرار بشه ایجاد یک دولت غیر نظامی به نام فلسطین هست و ایجاد یک دولت معتدل، نه افراطی، نه راست افراطی، نه مثل حزب لیکود، نه مثل نتانیاهو در اسرائیل هست، که اسرائیل فلسطینی ها رو به رسمیت بشناسه و فلسطینی ها اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. بله، سپاس از شما جناب علوی عزیز. در واقع دیگر گذشت اون زمانی که عده‌ای مانند سران جمهوری اسلامی و کسان دیگر حتی در کشورهای دیگر میخواستن مردم را با خرافات و در واقع امام زمان و الله و این داستان ها زیر نفوذ خود داشته باشند، چرا که مردم امروز آگاهند و حاکمیت قانون را میخواهند و حقوق بشر و دموکراسی و حقوق شهروندی و زیر بار این امپراتوری هایی که میخواهد ساخته بشه و نمیدانم اون رویای هلال شیعی که تا شاخ آفریقا هم خیال خودشان طرفدار دارد، دیگر نزد مردم متمدن خواهانی ندارد. با این حال جناب علوی عزیز، آیا به نظر شما ما در آستانه یک جنگ بزرگ در خاورمیانه هستیم با این رخدادهایی که هست؟ و شما میدانید که بایدن قبلا مدارا و مماشات حتی با جمهوری اسلامی میکرد و الان از اون مرز عدول کرده و در واقع استارت سرکوب نظامی این جبهه مقاومت را زده است. آیا این استارت در همین اندازه میماند یا اینکه گسترده تر میشه و منطقه را بیشتر درگیر خودش میکنه؟ بفرمایید. به گمان من خاورمیانه آمادگی برای یک جنگ تمام عیار نیست. نه ایران، نه حکومت اسلامی ایران خواهان جنگ تمام عیار هست و نه امریکا و غرب. چرا؟ به خاطر که جمهوری اسلامی میدونه که اگر خودشو درگیر یک جنگ بکنه بدون تردید فروپاشی در جمهوری اسلامی با شدت به اصطلاح گسترده میشه و این حکومت از هم دیگه پاشیده میشه. ولی دو تحول در مورد بحران خاورمیانه بعقیده من در راه هستش. یکم این که یه راهبرد تازه‌ای توسط دولت بایدن در حال شکل گرفتن هست که اینو ما شاهد بودیم از روزهای پیش، تا بتونه جنگ چند جبهه‌ای، الان در خاورمیانه ما یه جنگ سه جبهه‌ای داریم، یعنی غزه، ایران، اسرائیل. این جنگ سه جبهه‌ای رو یا چند جبهه‌ای رو بتونه دولت بایدن مدیریت بکنه، هماهنگی وجود بیاره. دومین تحولی که داره در خاورمیانه وجود میاد اینه که دکترین بایدن یا دکترین مشاورین و دولت بایدن اگر انجام نشه، اگر به مرحله اجرا در نیاد، بحران در منطقه به گونه‌ای پیش میره که ایرانو تقویت میکنه، اسرائیل منزوی میکنه و توانایی امریکا رو در تاثیرگذاری مثبت بر رویدادها رو تضعیف میکنه. بنابراین این سیاست جدیدی که ما صحبت میکنیم، شما اشاره کردید، توسط دولت بایدن سه محور اصلی داره که اینو در حرکت‌های اخیر و در گزارش‌هایی که از کاخ سفید اومده بیرون میتونیم این سه محور شناسایی بکنیم. یک، مهار حکومت ایران و مقابله با اقدامات تروریستی
جمهوری اسلامی توسط جریانات غیر ایرانی، همون دولت های نایب، یعنی همین گروه ها، حماس و حوثی و غیره، علیه منافع ایالات متحده در خاورمیانه است. دومین مسئله مقابله با راست افراطی، یعنی با حزب لیکود، یعنی با نتانیاهو در اسرائیل، و دست کشیدن از حمایت بیچون و چرای از اسرائیل که در سابق توسط سایر رؤسای جمهور و توسط حتی همین دولت بایدن در گذشته انجام می شده. این مسئله باید در راستای ممانعت از ادامه فشار و تبعیض علیه فلسطینیان باشه. به عبارت دیگه، امروز نه نتانیاهو دیگه پیرو دستورات کاخ سفید هست و کار خودش رو انجام میده، و همین مسئله را دولت بایدن متوجه شده، بی خاطر ازش که مرتب بلینکن راهی خاورمیانه است. و بالاخره حرکت باید، حرکتی در جهت به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی غیر نظامی، یعنی بدور از حماس، بدور از جریانات نظامی تروریستی، به عبارت دیگه به رهبری عباس در کرانه باختری به وجود بیاد. بنابراین دکترین جدید دولت بایدن در مورد خاورمیانه سه مسیر رو هم که عرض کردم داره طی میکنه، اما این سه مسیری که میخوام بگم باید با هم دیگه پیوند بخوره، باید اجرا بشه. اگر اجرا نشه، حاصلش قدرتمندتر شدن جمهوری اسلامی، حاصلش ضعیف شدن اسرائیل، و حاصلش تضعیف ایالات متحده در خاورمیانه هستش. مسیر یکم موضع قوی و قاطع درباره ایران خواهد بود. ایالات متحده باید موضع قاطع در مورد ایران بگیره. موضع قاطع چه در زمینه فشارهای حداکثری و چه در مورد سرکوب شدید نیروهای تروریستی غیر ایرانی نایب جمهوری اسلامی که توسط سرداران سپاه هدایت و هماهنگ و مدیریت میشه. یعنی باید پاسخ نظامی قوی و محکم به نیابتی های عوامل ایران داده بشه، چه در هشت شعبی عراق، چه حوثی های یمن، چه حماسیون و چه جریان حزب الله لبنان. مسیر دوم، یک جهش بی سابقه در گام های دیپلماتیک ایالات متحده برای حمایت از یک دولت فلسطینی باید صورت بگیره. این جهش شامل شناسایی یک دولت فلسطینی غیر مسلح در نوار غزه و کرانه باختری خواهد بود. تا این دولت قابلیت ماندگاری داشته باشه، قابلیت بقا داشته باشه، نه اینکه 6 ماه بماند و دوباره یک جریان تروریستی مثل حماس پیدا بشه که کودتا بکنه به علیه فلسطینی ها و قدرت رو در دست بگیره و حکایت سال 2007 خیابان های نوار غزه و بعدن حضور اسماعیل هنیه و خالد مشعل علنی و آشکار بشه و قدرت رو از دست جریانات معتدل فلسطینی ها یعنی محمود عباس گرفته بشه. حکایتی که در سال 2007 اتفاق افتاد و در حال حاضر چیز در حدود 16-17 سال حماس سلطه خودش رو بر فلسطینی ها اعمال کرده. بنابراین این دولت فلسطینی که میخواد به وجود بیاد باید اسرائیل رو تهدید نکنه، باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، باید اون خواسته جمهوری اسلامی که میگه باید اسرائیل از بین برود و یهودی ها از بین ببرد، اینو باید بذاره کنار. از اون ور قضیه، مقامات دولت بایدن در روزهای اخیر با اندیشمندان، با کارشناسان هم در درون حکومت هم بیرون از کاخ سفید در حال این هستن که چگونه میشه دولت فلسطین معتبر غیر نظامی رو شناسایی بکنن و باهاشون مشورت دارن میکنن. مسیر سوم، یک ائتلاف امنیتی گسترده تر میان ایالات متحده با کشورهای عربی منطقه بخصوص با عربستان ایجاد خواهد شد. سفر بلینکن به مصر
دیروز و امروز در همه رابطه هستش که شامل عادی سازی روابط کشورهای عربی بخصوص عربستان با اسرائیل خواهد بود و دولت اسرائیل آماده باشه یک دولت غیر افراطی، یک دولت غیر حزب لیکودی که به یک فرایند دیپلماتیک به ایجاد یک دولت فلسطینی غیر مسلح تحت نظر یک حاکمیت دگرگون شده تن در بده. فلسطینیان باید تن در بدن. اگر دولت امریکا توانایی اجرای این برنامه رو، این سه مسیر رو داشته باشه، اون موقع هستش که دکتر بایدن میتونه بزرگترین دگرگونی راهبردی در منطقه رو از زمان توافق کمپ دیوید در سال 1979 پدیدار بسازه. بهرحال برای موفقیت دکتر بایدن حتما باید اسم مسیر با یک دیگر پیوند بخورن. جناب علوی، شما صحبت کردید که در واقع گروه‌های نیابتی و جبهه مقاومت باید در هم شکسته بشه، ولی از یک طرف دیگر حداقل ما خودمان ایرانی‌ها می‌دانیم که سر این قضیه در تهران هستش و جمهوری اسلامی هست. آیا امکان در واقع حمله نظامی محدود به جمهوری اسلامی هست یا نه؟ و صحبت کردید که مقابله با راست افراطی در اسرائیل و از نتانیاهو صحبت کردید. آیا شما بر این باور هستید که نتانیاهو که به هر حال یک حکومت اسرائیل مانند حکومت در ایران و کشورهای به هر حال شبیه به ایران نیست، آیا فکر میکنید که نتانیاهو به تنهایی در واقع تصمیم گیرنده است یا که اتاق جنگ در واقع اسرائیل و گروه های امنیتی یا سران رژیم دولت در اسرائیل هم دخیل هستند؟ بدون تردید دولت نتانیاهو در واقع یک دولت امنیتی جنگی هستش، یعنی به عبارت دیگه حزب لیکود خصوصیتش اینه. حزب لیکود یک حزبی هستش که شدیداً راست افراطی هست. ببینید در سال 1973 موقعی که گولدا مایر نخست وزیر بود و از سوی مصر و سوریه به اسرائیل حمله شد، گولدا مایر متوجه شد که تمام ارزیابی‌هاش از مسئله نادرست بوده. بنابراین بعد از اتمام جنگ استعفا داد. چرا؟ چون معقول‌تر به مسئله نگاه میکرد. ولی نتانیاهو برای ماندگاری خودش در دولت، در قدرت، به راحتی دست به کار نمیزنه. بلکه باید از اونجا که جامعه اسرائیل یک جامعه تقریبا دموکراتیکی هست، پارلمان دارن، رسانه ها موجود هستن، خود مردم آگاهی هستن و یک جامعه دموکراتیکی هست، این مردم اسرائیل هستن که بخصوص باید آغاز بکنن فروپاشی دولت نتانیاهو رو و ایجاد یک دولت معتدلتر، یک دولت میانه‌روتر، و تنها راه بقای اینها این هستش. ولی در مورد مسئله بخش اول پرسش شما در مورد خود ایران و احتمالاً حملاتی به ایران، ببینید ما دو نوع جنگ داریم. یکی جنگ تمام عیار، جنگ بزرگ، جنگ گسترده که کشورها بعد از هم دیگه انجام میدن. همونجوری که در ابتدای سخنم عرض کردم، من هیچ گونه سایه یا احتمال اینکه یک جنگ تمام عیار در مورد ایران انجام بشه نمیبینم. ولی از اون جایی که دولت بایدن مصمم هست که در مقابل ایران وایسته، احتمال اینکه به یک سری مواضع نظامی ایران در درون خود ایران یورش‌های انجام بشه وجود داره.
یعنی به عبارت دیگه تهاجمی انجام بشه و بعد از منطقه بیان بیرون، از ایران بیان بیرون، حالا به شکل هوایی و هر شکلی میتونه باشه. جمهوری اسلامی هم از نقطه نظر نظامی بیشتر این یک ببر کاغذی میمونه، یک جریان پوشالیه. مثلا شما نگاه بکنید، دارای هیچ نوع استراتژی و تاکتیکی در زمینه سیاست خارجی نیست. حمله ای که به پاکستان کرد در هفته های پیش نشون داد که جمهوری اسلامی از درک اهداف، مناسبات، سیاستگذاری، طرح، برنامه های استراتژیکی که برخواسته از یک استراتژی ملی و منافع خود کشور باشه کاملا غافله. نشون داد که بدون هیچ دلیلی میاد به یک کشوری به نام پاکستان که تنها کشوری در منطقه بوده، تنها کشوری در منطقه بوده که توی 70 سال اخیر هیچ نوع درگیری با جمهوری اسلامی نداشته. تمام کشورهای همسایه ایران با چه در این 45 سال اخیر، چه در دوره پیش از اون با جمهوری اسلامی و با پهلوی دوم یه سری درگیری داشتن، اما پاکستان نداشته. ولی میاد بدون هیچ دلیلی، به خاطری که به دنبال جشرعت میگرده، به اونجا حمله میکنه. به عبارت دیگه اینو سفاهت، اینو بلاهت در درون شورای امنیت ملی، در درون سرداران سپاه وجود داره و از اونجایی که فقط هدف شد حفظ نظام هستش، دست به این کارا میذارن. از سوی دیگه از نقطه نظر نظامیگری، حرکت هایی که جمهوری اسلامی میکنه، یعنی یهو میبینید که تعداد زیادی موشک میندازه، از این 10 تا موشک فقط 2 تاش کار میکنه، 2 تاش به هدف میخوره. این نشون میده که از لحاظ نظامیگر این حالت به اصطلاح پوشالی رو داره. یعنی بر پایه کدام استراتژی این حرکت رو میکنن معلوم نیست، بر پایه چه دقت نظامی حرکت رو میکنن که دست به یک چنین ناشیگری های زده میشه به همین صورت. بنابراین جمهوری اسلامی به طور کلی حتی در زمینه مسائل نظامیگری حرکت های پوشالی زیاد می انجام میده و خب در این میان کشورهایی که در دور و بر هستن، یعنی روسیه، روسیه بیمیل نیست. اتفاقا سوال من همین هست که روسیه و چین در این میان چه نقشی بازی میکنن؟ تا به اکنون ما میدیدیم که در واقع همیشه دفاع میکردن یا پشتیبان جمهوری اسلامی بودن، الان چگونن و نقش جهان غرب را، ببخشید، نقش جهان عرب را در منطقه در این رابطه چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. ببینید، نخست از کشورهای جهان عرب صحبت بکنیم. جهان عرب به این نتیجه رسیدن، حتی دولت بشار، حتی دولت سودانی در عراق، به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی مثل سرطانی میمونه در خاورمیانه. به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی بابت سبب ویرانی خاورمیانه خواهد شد. جمهوری اسلامی امنیت و شرایط اقتصادی رو در عراق، در سوریه، در یمن داره به هم میریزه و در خاورمیانه داره بحران به وجود داره. بنابراین کلیه کشورهای خاورمیانه، کشورهای عرب خاورمیانه و حتی بشار اسد، دولت بشار اسد خواهان این هستند که جمهوری اسلامی دست از این ماجراجویا ورداره که بتونن اونا نفس راحتی بکشن. سوریه علاقمنده که با غرب ارتباط داشته باشه و با وجود سرداران سپاه و سپاه قدس در منطقه این مسئله امکان پذیر نیستش. عراق علاقمنده که از حیات خلوت بودن جمهوری اسلامی بیرون بیاد تا بتونه مناسبات درستتر، دقیقتر، مناسبات بازرگانی، مناسبات سیاسی با غرب و با امریکا داشته باشه. محیط ناامن عراق که توسط حشد شعبی و کتاب حزب‌الله و سایر گروه های تروریستی به وجود آمده، این دستای سودانی، دولت سودانی رو در عراق بسته. به همین صورت سایر کشورهای عربی. در مورد روسیه، روسیه بعد از جنگ اوکراین ناگزیر شد که بخشی
از نیروهای خودشو از سوریه فرا بخوانه. به عبارت دیگه مثل گذشته نیروی زیادی در سوریه نداره. روسیه علاقمنده که امریکا و اسرائیل ضربات شدیدی به نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه وارد کنند که کاهش حضور روسیه در سوریه به دلیل جنگ اوکراین اجازه نده نفوذ ایران در سوریه افزایش پیدا کنه. و در مورد مسئله چین، چین از اونجایی که بیشترین حجم معاملاتش پیرو اون پروژه بلت اند رود جاده و کمربند که به 60 کشور خاورمیانه، افریقا، آسیایی داره ارتباط انرژی برقرار میکنه و میخواد بر انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس مسلط بشه، به عبارتی که در آینده انرژی فروش بشه و فروشنده نفت خاورمیانه بشه، شرایط ایران براش زیاد سازگارا نیستش. جمهوری اسلامی بدون تردید بنا به خواسته خودش این گروه های نیابتی رو به وجود آورده. این گروه های نیابتی جمهوری اسلامی چیزی نیستش که بتونه خواسته های روس ها رو یا چینی ها رو برآورده بکنه. به عبارت دیگه روسیه و چین هم علاقمند هستن که سپاه قدس در خاورمیانه آسیب جدی بخوره، گروه های نیابتی نابود بشن. در مورد مسئله کشورهای اروپایی یا غرب، خب خواهی نخواهی علی‌رغم این که افرادی هستن مثل سانچز نخست وزیر اسپانیا که از فلسطینی ها حمایت میکنه و خواهان آتش بس هست و پاره دیگه از کشورهای اروپایی که خواهان آتش بس هستن، اما در این حال اونا هم خواهان بازگون شدن گروه های نیابتی در خاورمیانه هستند. به عبارت دیگه هیچ کشوری رو شما در جهان، نه کشورهای عربی، نه روسیه، نه چین، نه کشورهای اروپایی رو سراغ ندارید که حمایت بکنه، پشتیبانی بکنه از ماجراجویای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در این میانه تنها شده. یکی از دلایلی هم که هر موقع چنین اتفاقاتی میفته جمهوری اسلامی جام زهر رو می نوشه و میگه من نبودم. مثلا در جریان حماس 7 اکتبر مطرح کرد که ما حضور نداشتیم، در جریان کشتن این 3 سرباز امریکایی به همین صورت، و این عقب نشینی ها رو داره انجام میده به خاطری که متوجه این حکایت شده که جهان از این حرکت های ماجراجویی جمهوری اسلامی حمایت نمی کنه. منتها این خصوصیت علی خامنه‌ای هستش که به عنوان یک دیکتاتور بزرگ فکر میکنه که اگر از دنیا بره، دنیا هم باید همراه باش از بین بره. این خصوصیت این دیکتاتور هست که فکر میکنه بقای خودش در ایجاد بحران در خاورمیانه هستش و این فقط دیکتاتورها هستن که میتونن در درون بحران و در درون جنگ به زندگی خودشون ادامه بدن. در واقع جهان خدعه و نیرنگ و در واقع تقیه کردن جمهوری اسلامی را فهمید، هرچند دیر فهمید ولی فهمید، و دیگه در همونطور که شما گفتید جمهوری اسلامی در جهان متمدن و حتی نیمه متمدن تنها خواهد ماند و سرنوشتی جز فرو ریختن و تمام شدن ندارد. جناب علوی، اگر تنش و بحران در حال حاضر که در خاورمیانه رخ داده، آمریکا آیا واقعا به تنهایی میدونه این بحران و تنش مدیریت کنه، یا اینکه دنیای دول غرب کمک خواهند کرد؟ و فکر میکنید که چه هزینه هایی در بر خواهد داشت تا این مدیریت انجام بگیره و
روزی که در واقع ما به آنجا برسیم در واقع حکومت جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت به باور من. بفهم. ببینید به طور کلی سیاست امریکا از بخصوص بعد از سال 2001 بعد از 11 سپتامبر 2001 چی جمهوری خواهان و چی دموکرات پارتی چی ریپابلیکن ها و چی دموکرات پارتی پیرو این هستش که هر زمانی که میخواهن تهاجمی حرکتی در خاورمیانه یا در نقطه دیگه از جهان به وجود بیارن دنبال حمایت اروپایی ها هستن، دنبال پشتیبانی از اتحاد اروپا هستن. به همین منظور هم هستش که ائتلاف درست میکنن. این ائتلاف بیشتر جنبه نمادین داره ولی بار اصلی این حملات بر دوش امریکا هستش. در حرکتی که بر علیه حوثی ها انجام شد در دیروز پریروز همطور که شاهد بودید دیدید که انگلستان هم و اینا هم وارد صحنه شدن، اسپانیا هم وارد صحنه شد ولی بار اصلی تهاجم بر دوش امریکا هستش. امریکا خواهی نخواهی تنها رایی که برای اینکه بتونه مدیریت بکنه شرایط بحران خاورمیانه رو همونجور که عرض کردم باید اون سه مسیر رو که چند لحظه پیش گفتم اینا رو باید با همگه پیوند بده و به محل اجرا در بیاره. در صورت انجام ندادن هست که با قوی تر شدن ایران در منطقه سبب ضعیف شدن موقعیت امریکا در خاورمیانه میشه. امروزه دیگه دورانی نیستش که مردم خاورمیانه، مردمی که وابسته به این گروه های تروریستی نیستن، مردم خاورمیانه دیگه مثل گذشته بر علیه امریکا ستیزی نمی کنن. اینا می دونن که اگر کره جنوبی با غرب و با امریکا رابطه برقرار کرد و حاصلش نیکبختی مردم چین، مردم کره جنوبی بود و کره شمالی مسیر برعکس رفتن، اینا نمیخوان مسیر کره شمالی رو برن، میخوان مسیر کره جنوبی رو برن. به عبارت دیگه دنبال یک نوع لیبرالیسم هستن، نه دنبال یک نوع انقلابیگری بیهوده. انقلابیگری بیهوده اون انقلابیگری هستش که زندگی مردم به گروگان دولت‌های انقلابی در میاد، همونطور که امروزه 80 میلیون ایرانی به عنوان گروگان یک دولت انقلابی به نام جمهوری اسلامی قرار دارن. مردم خاورمیانه دیگه نمیخوان این تجربه رو بکنن و دنبال این هستن که در یک زندگی آرام زندگی خوشون رو جلو ببرن. بنابراین علت ناپایداری خاورمیانه جمهوری اسلامی است. بله بله همینطور هست و ما امید داریم که ملت ایران و اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم دست به کار بشه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، به خصوص که الان در جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود قرار گرفته است. سپاس فراوان دارم از اتاق فرمان و از رسانه خوب کانال یک و بدرود می‌گوییم با بینندگان نازنین این برنامه. بدرود تا درود دیگر، پاینده ایران عزیزم. سپاسگزارم.